تا کی من باید التماست بکنم که چند وقت مرخصی بگیری؟ یا سر کاری یا اینجا؟ بابا این بیخوابی داغونت میکنه. چی شد؟ کجا رفتی؟ دارو میخواستن. من صدا میکردی برم بگیرم دیگه. خواب بودی دلم نیومد. فرشته کو؟ بردنش برای نمونه برداری جدید. با چه خبره؟ چی میخواین از جون این بچه؟ بذار کارشونو بکنن. راحت بیا تو رو خدا صبر کن. دوباره شهر به پا نکن. باز دارین چی کار میکنیم با بچه؟ آقا لطفا شما بفرمایید. آره چی دارین؟ چی رو دارین آزمایش میکنیم؟ آره چی دارین میبینیم؟ آقا شما بفرمایید. آقا جان بابا یه سال دارین، یه سال تو که از من دارین بچه رو کنی چی فهمیدیم؟ آقا بفرمایید. آقا شما بفرمایید. برای چی میخوان آزمایش بدیم این بچه؟ بمیرم بسه بابا جان، بمیرم بسه. بیقرار نباش پسرم، صبور باش، صبور باش. اینقدر از این بچه من نمونه برداری کردین، شده این موش آزمایشگاهی دکتر. دیگه چیزی مونده که آزمایش نکرده باشین؟ عزیز من که نمیخوام به بچت آزار برسونم. برو تو این بخشا ببین چه خبره. شد یه سال دکتر جان، شد یه سال. این بچه بدتر شد که بهتر نشد. به تشخیص کی؟ به تشخیص جناب عالی، به گواه چشام، به اون چیزی که دارم میبینم، به رنگش که داره زردتر میشه، به وزنش که شده یه سوم پارسال. این همش دلیل دکتر جان. شما فکر میکنید که بچت یه سرماخوردگی ساده داره؟ همین بدبختی ما اینجاست که بچه های سرطانی زبان ناله کردن رو ندارن، وگرنه درد این مرض یک فیل رو از پا در میاره. دکتر جان اگه اینجا نمیشه واسش کاری کرد، چرا ترتیبی نمیدیم بفرستنش خارج؟
چرا صبور نیستین؟ چرا تحمل ندارید؟ همه تون میگیم بریم خارج، بریم خارج. مگه اونجا حلوا خیر میکنن؟ دکتر من میخوام بچم زنده بمونه. اگه لازم باشه تا اون بره دنیا بره، باید بره. ببخشید من مریض دارم. دکتر من از شما یه جواب میخوام. شما حرمت سن و سال منو نگه نداشتی، اما من حرمت اون لباس شما رو داشتم. تو میدونی من چی میکشم، اما من 24 ساعته اینجا میبینم اینا واسه این بچه ها چقدر زحمت میکشن. همین بنده خدا آقای دکتر با این سن و سالش هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. تو خدا اینجوری باهاشون حرف نزن. باشه. کجا آقا؟ آقای دکتر کار داره. آقای دکتر دارن تشریف میبرن. الان وقت ندارم بیمار ببینم. من بیمار نیستم خانم، داشتم باشون صحبت میکردم. یه لحظه. ببین من خیلی کار دارم ولی بعدم بهت زنگ میزنم. خدا بزنم. گفتین شما؟ نگفتم کیم خانم. گفتم داشتم باشون صحبت. اینجا چه خبره؟ باهاتون عرض داشتم دکتر. بفرمایید. سلام خانم. آرامیا. من که به هم ریخته بودم باهاتون خود به ملاحظه صحبت کردم. خاصه بی ادبی جسارت نداشتم از اون. خواهش میکنم دکتر، من یه زندگی معمولی دارم که به تکونمش ده بیست تومنی میتونم ازش بکشم بیرون. نگران پولش نیستم، بالاخره یه کاریش میکنم. ولی شنیدم شما تو بیمارستان اون طرف نفوذ دارین، اگه اینجا نمیتونین براش کاری بکنین فقط میخوام ترتیب انتقالش رو بدین بتونم ببرمش اونور. مادرش اینجاست؟ بله. بگو بیاد تو. بفرمایید. شما پدر مادر هستید، حق دارید ناراحت بشید، ولی الان بحث تخصص و امکانات نیست. چطوری بگم، بیماری بچه شما خیلی پیشرفت کرده و روند درمان هم جواب نداده. حتی اگه بخوان خارج از ایران هم که ببرید، بیشتر از این کاری نمیتونن براش انجام بدن. تا همین الان هم که مقاومت کرده یه چیزی شبیه معجزه است. آقای دکتر چی میخواید بگید؟ متاسفانه باید منتظر بود تا تقدیر الهی چی باشه. نمیتونم بیام. اینجوری پا میفتی یا یه سر برسونمت خونه خود استراحت کن. اینجا با اونی چیکار میخوای بکنی؟ من فقط میخوام پیشش باشم. من پیشش باشم. تو رو خدا زود بیا. زود بیا.
سلام بسنش. نگیرم بس ببینم چشونه اینا جناب سرنگ اومده تو گشت خسروی اومده؟ نمیدونم بچه ها سرگرد اومد چیزی بهش نگیرم چه خبر بچه ها؟ خسروی کو؟ عبتی میشه سرهنگ؟ جواب منو بده خسروی کو زدنش چی؟ کی؟ کجا؟ وقتی داشتی کیف قاپر رو میگرفته یا رو اسلحه داشته شلیک میکنه هم خسروی رو زده هم صاحب کیف رو الان کجاست؟ حالش چطوره؟ تموم کرد پزشک قانونی قاتل کثافتشو میگم گرفتیمش کجا تو بازداشتگاه این دراز کن قربان باز کن بدیم باز کن دیگه او پس خسروی تو کشتی داره پس شهر انقدر هرت شده که هر عوضی اسلحه دستش بگیری بسه به جون مردم آره ما ببینم انقدر که وجود آرام کشتی داره وجود من بگیر برم کن برم کن برم کن برم کن برم کن برم کن آدم کشتی میکنه برم باش آروم باش آروم برم کن به خودت فکر کن جناب سرگل بد میشه برات اتفاقا به خودمون دارم فکر میکنم به خودمون دارم فکر میکنم شما که بهتر میدونی حکم زدن یه متهم چیه حکم زدن بچه خسروی چیه چی به سر اونم میاد آروم باشین جناب سرگرد این کار به رفتون نیست رفت خسروی چی بود این که بمیره از شر این زندگی راحت شه حتی خود خسروی هم میدونست ممکنه تشریح بشه بس بگیر بگیر اینو بده به اون نانجیب که بره زن و بچه خسروی هم خلاص کنه چون اونم یه روز قراره بمیره بگیر جناب سرگرد ما یه همکار رو از دست دادیم شما هم بهترین دوستتونو درست ولی حرمت این لباسی که تنمونه که باید نگه داریم شما لباس هرتونه حرمت چه نگه داریم بری جناب سرگرد
بعد از این همه تعریف و تمجید از جناب علی، حالا این موقع شب باید کلی سینجین بشه. هر کی ندونه، من که میدونم تو چرا وارد پلیس شدی. خیلی از خواستهات دور شدی. درگیری با یه اعدامی، گلاویز شدن به همکارایی که میخوان بهت کمک کنن. یه پرونده پروپیمون برای دادگاه. تو بودی چی کار میکردی؟ منو باش. فکر کردم چیزی برای گفتن داری. سه تا بچه قدم اینقدر. یه خونه اجاره‌ای. یه ماشین قصی دو برابر قیمت خودش. چند تا چشم منتظر بابا که حالا باید انتظار بکشم واسه دیدن یه جنازه به اسم بابا. اینا رو میخوای چیکار کنی جناب سرهنگ؟ مگه خودت نمیگفتی هر کی بیاد تو این لباس جونش کف دستشه؟ از پشت میزت به زن و بچه خسروی هم میخوای همینو بگی؟ میدونی که میتونم از این پست درت بیارم بذارم جای دیگه. شما ما رو تهدید کن. اب نداره. ما پوستمون کلوف شده جناب سرهنگ. تو چرا همه چی رو قاطی کردی؟ بس این سینجی معلوم واسه چیه؟ واسه که دلم میخواست اجرای عدالت رو بندازم جلو؟ اینجوری فرض کن. به خودم قول دادم تو این جامعه سر اصل هم فقط به طرف جرم و جنایت باشه. ولی شما سر اصل رو گرفتی طرف ماجرا سره. اگه هر کی راه بیفته بخواد خودش قانون اجرا کنه، میدونی چه بلبشوی راه میفته؟ وقت باید چیکار کرد؟ شما به اونایی که راه میافتن تو این شهر درندش با خریدن یه اسلحه و سیاه کردن روزگار مردم میخوان به آرزوهاشون برسن چی میگی؟ یه مش آشغال که نمیشه از شهرشون خلاص شد مگه اینکه درست با خودشون عین خودشون رفتار کنی. بذارشون بی خدی وقت بفرستشون برن زباله دونی. تو از بس با این خلافکارا گشتی هم خوششون شدی. برو آخرین گشتت هم بزن. اما فردا میری بایگانی میشی. شما برو امشب استراحت کن. خوش باشون چه که باید و اجرا کردی رفت به کارش. اگه خودم این لباس تنت نکرده بودم، اگه نمیشناختمت، الان تو بازداشتگاه بودی. ولی من هنوزم نمیشناسم. یه روزی میشناختمت ولی الان دیگه. از بیمارستان تماس گرفتم. مرخصی گرفتی یا استعفا دادی؟ تو مأموریتی، کجا میخوای بری؟ تنبیه. اینم اضافه کنیم به پرونده. ببینم. دکتر در مورد فرشته چی گفت؟ گفت فقط یه راه هست که از این درد خلاص شه. اینجا زودتر بمیره. کجا داری میری؟ بیمارستان. نمیخوای کسی دیگه با سرهنگ صحبت کنه؟ فایده نداره. بهتر از خودم هیچکی نمیشناستش. کاری کمکی از من برمیاد؟ دعا کن فقط. Thank you.
بچه ها ادامه بدیم امنه. الو کجا این شما الان؟ سری خودتون رو برسونید توی خیابان فیاضی. این جواهر فروشی هفت اقلیم به نظرم یه خبری توشه. زود برسید. الو کجا این شما؟ بچه ها ادامه بدیم امنه. Thank you.
تکون نخوریم. باشو از کنار اون گاف صندوق بیا این ور. یالا باشو یه حرکت اضافه کنین خونتون پای خودتون ها. اون آشغال از گردنت واکن بده زمین. زود باش صدفان جفتشون رو دستبند بزن بیار اینجا. بله قربان. صدای من میشنوی؟ صدای من میشنوی؟ مرکز مرکز مورد اورژانسی داره. مرکز آروم به چرخ طرف من. یالا مرکز ساعت 12 یه مورد اورژانسی داریم، نیاز به آمبولانس. موقعیت مکان اعلامی. مرکز ساعت 12 مرکز. حالت خوبه؟ صدای تیراندازی اومد. میتونی رانندگی کنی؟ پاشو راه بنداز. راه بپینم. مرکز چی شد؟ جواب نداد. کنی چه خبره؟ یه پای میرم. میبرش پیش افسر کشی؟ نه خیلی وقت نداریم، کار خودم. تو هم برو بهتری. خوبم میام. هرچی زودتر حرف بزنی به نفع خودته. اسم و آدرس دقیق محل اختفای همدستاتو میخوام. میخوام قبل از اینکه برسن تو لونشون ما اونجا باشیم. به اندازه کافی روز درب و داغونی داشتم. از شانس چند وقتی اعصاب درست حسابی هم ندارم.
از تو و امثال تو انقدر حالم بده که ابایی ندارم منتظر مراحل اداری کارت وانستم، همینجا شخصا خودم حکم تو اجرا کنم. حالیت یا نه؟ گرفتی یا نه؟ با تو هم؟ فقط تو تنهاییمون. اون دارم برم. آه میخندی. خوشت اومده؟ سرقت مسلحانه، تیراندازی به نیروی پلیس در حین انجام وظیفه، حکمت اعدام نباشه ابد رو شاخش. تو به شانس اعتقاد داری؟ به مردن تو و امثال تو بیشتر از هر چیز دیگه ای اعتقاد دارم. ولی من امشب رو شانسم، چون تو منو دستگیر کردی. پس منو میشناسی؟ بچه کجایی؟ تهران. سابقه داری ها؟ قبلا به پستم خوردی؟ خیلی قبل ترا. کدوم طرف؟ پشت بازارچه ست اسمار کوچه هفتن، پشت اون درابیه بلاک 59. این که؟ اونه آقات بود، پیچونده بودی که جواب ندی، سرک کشیدم ببینم هستی یا نیستی. شعر رو بری میبافی، فایده نداره، پیش نمیبری. مثل بچه آدم، اسم، فامیل. چه فایده؟ بگم بازم میزنی زیرش. بعد یه اون مهتری تو برامو گم نمی کنم. پس چرا خودتو گم کردی؟ به خاطر لباسته یا نه؟ چون زندانبان یه رفیق قدیمی هستی؟ پس بذار یه دروغ دیگه هم بهت بگم. 20 سال پیش وسط آب یه او کم آوردی، یو یکی از گرده را رسید به دندون گرفته تو کشید بیرون. بعد یه مدت چه شده وای کردی؟ یکیو دیدی؟ کیو دیدی؟ من. شنیده بودم پلیسی، اما نمیدونستم کجایی. بچه را بچه را بعد این همه سال اینجا اینجوری؟ جناب سرگرد، اگه میدونستم زودتر خدمتون میرسیدم. نمیخوای از خانوادم بپرسی؟ خالم، مادرم، خاطره. حالا اون مادرم اجا هستن توی قطن، اما خاطره تو همین تهرونه با سه تا بچه خدونیم. قد دو چی؟ ازدواج کردی یا نه؟ از قولت پابند نیستی. من دیگه ازدواج نمی کنم، من دیگه ازدواج نمی کنم، من دیگه ازدواج نمی کنم. همیشه همینجوری بودی. دل یه چیز میخواد، تقدیر یه چیز دیگه. پس بذار یه چیز دیگه یادت بیارم. اون روز که نجاتت دادم یه قول بهم دادی، گفتی هر کجا تو هر وضعیتی مشکل وسط پیش اومد روم حساب بون. الان همون روزه، نذار اینجا بمونم، نابودم نکن. من اگه امشب از اینجا برم هیچ کس نمیفهمه، حتی خودت. بذار برم، بذار برم. کی اینجاست؟ بازداشتگاه.
یا افتاد. بلندش کن، بلندش کن. دهنش رو بکن، دهنش رو بکن. زبانش رو گاز بگیری. سکنیت. دهنش رو بگنم، دهنش رو بگنم. حق داری. والا من دیگه نمیدونم چی باید بگم. حالا بالاخره یه طوری میشه. میدونم زحمتشون رو کشیدم ولی نتونستم براش کاری بکنم. میبریمشون بر. نمیتونم صبر کنم بیشتر از بچه‌م داره از دست میره. والا به خدا من نمیدونم چی بگم. حق داری. داشتم میومدم ماموریت پیش اومد. حواسم هست. من الان زیاد نمیتونم صحبت کنم. بالا بهت زنگ میزنم. خداحافظ. یه بگی بخور. بخور، آرومت میکنه. آرامش کلمه که واسه همسال ما بی معنیه. اه؟ پس دنبال آرامشی؟ خب بچه رو دزدی میکنی؟ دزدی اولین انتخابم نبود، آخرین راهم بود. حتی وقتی میدونی تهش کجاست؟ با دزدی شاید زندون، بدون دزدی حتما مرگ. چرا خب چه مرگته؟ تهدید شدی؟ بدهکاری؟ تو خرخره. به کی؟ به بچه ها، به زندگی، به زنم. عجب. با اون همه طلا جواهر میخواستی برداری ببری بدهی تو با زن صاف کنی ها؟ واسه دو درمونش میخواستم. چرا؟ چشم اگه؟ سرطان ریه داره. دیگه هیچ دارویی هم جواب نمیده. پیوند چی؟ تو هنوز نفهمیدی. این پولی که همه چی رو به هم پیوند میزنه. بالاخره دوست داشتنی، قرضه‌ای، وامی، چیزی. ما بدبخت و دور بر خودمون هیچ کسو نداریم. هیچکی جز خدا. میشناختش بالاخره یه راهی جلو پات میذاش. گذاشته یه خیابون که منو مستقیم میبرد به یه جواهر فروشی. مزخرفه. حرفات بی خوده، بهانه است. واسه من یا تو؟ تو که به من بدهکاری زدی زیرش. وای به حال خدا که به اندازه یه عمر از من طلبکاره. شرایط فرق میکنه. من اگه میخواستم به شرایط فکر کنم جنازت و عذاب میکشیدم بیرون. از ترس غرق شدن از اون روز تا حالا پامو تو آب نذاشتم. چه برسه به باطلاق. سرکار، سرکار. هرچی میگذره امیدم با آدمایی مثل تو کمتر میشه. ندیده بودمت، دلخوش بودم جایی شاد به دردم بخوری. منو ببر یه جایی که کسی نباشه. دیگه دستت به اون دوستا نمیرسه.
چرا واسدی؟ میخوام برم دستشویی. جلد دست من داده تو برو من خود با این حرف دارم برو اصلا بده یه فکری واسه این بکنم برو برس به خودت یه خوده برو مراقبش باش این نگران نباش برو هستم من اینجا تو راست میگفتی بهت مدیونم فقط فرقش اینه که اون وقتی که من داشتم غرق میشدم از تو کمک نخواستم ولی تو الان از من کمک میخوای برست در اصل مطلب ریسکش بالاست من یه افسر پلیسم پای آبرون وسطه اگه همینجوری ولت کنم بری جلوی چشم اونو میشم یکی شبیه تو ولی اگه در ریشت و از فرق کنه تو بی خود تنزل درجه با از اینجور چیزا بگو چقدر زود رفتی سر اصل مطلب بوی پول به دماغ هر کسی آشناس بس حالا اینطوری بودی که قصر دارم همه فروشندن اما هر کسی یه قیمتی داره زود باش داره دیر میشه بگو چقدر اینقدر که بتونم کارم رو بندازم 20 میلیون نه 30 میلیون 100 میلیون اما جنس به چه اعتباری آقا دزده خودت هم بیا امشب تو جیبته جلوی همه چش نگه مشکل خودته یه جوری حلش کن بگو یکی بیاره من به هیچ اعتماد ندارم ببین کی داره حرف از اعتماد میزنه دور نیست تا متهم بعدی بیاد برگشتی کجاست؟ کجاست؟ کی فکرشو میکنه ما امشب دوباره برگردیم جواهر فروشی من کارمو تموم میکنم تا به حقت میرسی منو مسخره نکن مردک عوضی اینقدر این اصلیت رو به روخ من نکش سرگرد 15 سال این اصلیت تو این دستت و جونت کف اون یکی دستت چی داری؟ حتی پول دو درمون بچت هم نداری من یه بار نجاتت دادم این بارم بازم من میخوام نجاتت بدم بهم اعتماد کن بنال وقت ندارم کیفمو دیدی؟ نه پیشته؟ آره بازش کن بازش کن میشناسیش؟ چهرش بازم آشناس این همون خاطری که یه روز میخواستیش الان زن منه اما تو خونم نیست با سه تا بچه قد و نیم قد تو بیمارستانه میبینی؟ ما اینه همیم دنیا کوچیکه نه؟ نمیدونم چرا دارم بهت اعتماد میکنم اونجا میبینمت
چجوری؟ ایستش اونجا هم نبود بریم پایین فایده نداره اردوان داریم یه جا رو میگردیم فقط فرصت میکنه دره شما اینجا رو بگرد من میرم یه جا دیگه آب شده رفته تو زمین میدونی که جرم فراری دادن فرار کردن ماجرم چیه من که میگم منو تو کلانتریه اگرم بیرون رفته باشه راه دوری نرفته من پیداش میکنم بیا بیرون بچه هم
از اولم نباید به آدم نامردی مثل تو اعتماد میکرد. تکون بخور. تکون نخوری. هیچ کدوم تو. چیکار داری میکنی؟ تکون بخوری میزنم. هر دوتونو. زده به سرت مگه؟ اینم یه بازی دیگه است که فراریش بدی نه؟ چی داری واسه خودت میبافی؟ ببین من نمیدونم اینجا چه خبره. ولی میدونم میشناسیش. تو نمیدونی موضوع چیه. دخالت نکن. درست میگه. اما دوستی با آدمی مثل این از دشمنی بدتره. تو خفه شو. میخواست جیب بیپولشو با فراری دادن من پرپول کنه. آره جناب سرگرد. تو هم بوی پول به دماغت خورده. تو حرف اینو باور میکنی یا حرف منو؟ من اون چیزی که میبینم و باور میکنم. بی وجدان. میخوای با تیغ خودم سرمو بباری ها؟ من فقط میخواستم زن مریضمو ببینم. بذارم مغزت تو داغون کنم. برو عقب تفنگ تو بذار زمین. یلا جناب سرگرد برو کنار اسلحه تو بذار زمین. اسلحه کشیدن رو موافق جور محسوب میشه. مجبورم فردا گزارش کنم. تو گزارش کن منم گزارش میکنم. بده من اسلحه تو. برو عقب. گرفتن اسلحه من در صلاحیت تو نیست. رسیدگی به این پروندم در صلاحیت تو نیست. من بهش رسیدگی میکنم. دستمان بزن بهش. دستمان بزن. یلا دستمان بزن. نمیدونم چرا باید امشب بخورم به پست تو. نذاشتی برم. نجاتم نداده بودی. دلم میخواست بزنم مغزتو داغون کنم. نذاشتی برم. را بیافت. سرگرد ما بازم به هم میرسیم. حتی اگه همدیگه رو فراموش کرده باشیم. یه بار نجات هم دادی یه بارم گرفتارم کردی. این به اون در دیگه حسابی با هم نداریم. از اینجا به بعد مگه فقط خدا به دادت برسه؟ خدا منو از یاد برده سرگرد. هیچ کس به اندازه من اونو دوست نداشت. این دفعه همون من فراموشش کردم به کل. زنه چی؟ اونم مثل خودته؟ خاطرم شده یکی لنگه تو؟ برای اینکه پاک زندگی کنیم اون بیچاره چند سال گچ تخت سیاه خورد و من واسه مغازه های مردم دزدگیر نصب کردم. اون مریض شد و دریغ از یه پول سیاه. زنم جلو چشمان پرپر زد و من چاره ای نداشتم. تو اگه باشی چی کار میکنی سرگرد؟ نمیدونم. شاید صبر. سرگرد تو که بچت مریضه و رو تخت مریض خونه چی کار میکنی صبر؟ نه به هر دری میزنی که درمونش کنی. اگه درو بستن باشه به زور قفل رو باز میکنی. نمیکنی؟ اگه پول و ثروت تو این شهر درست پخش بشه یه جا جمع نمیشه. من حقمو میخواستم سرگرد. حقمو میخواستم. اما تو؟ من نمیخوام. من نمیخوام. یه فقیر پاک. یه فقیر پاک. زندگی من ممکنه سخت باشه. اما درسته. ببین سرگرد اون یارو که همکارتو کشته بود کجاست؟ میخواستم اینو بهت بگم که اون نمیخواست بکشتش. خسرویرم تو کشتی؟ Thank you.
پیراهنتو ببند. همه چیز رو از اول بنویس. با اسم و آدرس هم دستات. اینطوری؟ من تشنمه. بیشتر دست و پا بزنی بیشتر فرو میری. این قانون باطلاقه. اسلحه تو بذار کنار سرگرد. نه تو بنداز. کنه من روز منو باور نکردی. من همون کسیم که تو رو از آب کشیدم بیرون. پس میتونم دوباره بکشنم تو باطلاق. من نگران خودم نیستم. همیشه آرزوم بوده زودتر از دیدن مرگ عزیزان بمیرم. کسی چه میدونه شاید امشب به آرزوم رسیدم. اینو ولش کن. ولش کن، خریت نکن. برای من اینجا آخر خطه. واسه یه ادامه فرقی نمیکنه سرگرد. تا سه میشمره. اگه اسلحه تو نندازی مغزشو میپاشونم تو صورتت. بلش کن دیوونه، بلش کن. دو بلش گوش نکن جنو سرگرد. میزنم سرگرد. گوش نکن. میزنم. بلش کن. میزنم. سه حالا خوب آروم باش. باشه آروم باش. بلش کن. کجا میخوای بری بدبخ؟ الان همه جای این شهر اندازه این کلانتری وسط ناامنه. حالا شما دوتا منو از کلانتری میبرید بیرون. بگو کجا؟ برو بهت میگم. اگه با من باشید بهتون خوش میگذره. اول با هم کارمونو تموم میکنیم، بعد میریم یه بستنی میزنیم. ها؟ یه بستنی. بعدم اگه قول بدید بچه های خوبی باشید، میبرمتون دریا یه تنی باب بزنیم. دریا سرگرد. سرگرد. دریا. تو که دوست داری نه؟ خوشمزگی بسه. میگم بگو کجا. اولین خیابونی که دیدی به پیش سمت چپ. مگه نمیخوای کارتو تموم کنی؟
تموم میکنیم. از هر جا شروع کنیم دوباره میرسیم همونجا. زمین گرده نه؟ بریم آقا پلیسه، بریم. چی آوردی اینجا؟ میخوام یه سر به اتاق دخترت بزنی. بچه من کجاست؟ فکر میکنی یه پدر واسه آزادی بچهش چی کار میکنه؟ سکوت احمقانه ترین کاریه که میتونه انجام بده. چی کار کنم؟ بچه من کجاست؟ اون مریض بیشرف کجاست؟ همینجا میزنم مغزتو داغون میکنم، میکشمت. بگو کجاست؟ بزن سرگرد، بزن. ولی بدن از کجا میفهمی بچهت کجاست؟ خب یه بار برنامه هم مرور میکنی. اول میریم جواهر فروشی. وقتی جواهر رو خالی کردم منو میرسونید جای امن، این دوتا پلیس خوب، دوتا محافظ خوب، تا من بتونم برم اون طرف. وقتی رسیدم اونور تو به دخترت میرسی، تا همینقدر پول گیرت میاد که اگه با تیپا انداختنت بیرون بتونی تا آخر عمرت راحت زندگی کنی. بچه های مان دارن کارشون رو درست انجام میدن. یه سرقت ساختگی تا ما راحت بتونیم بریم تو جواهر فروشی. خب بچه ها داره دیر میشه. تا همینجاش دیگه بسه، تو دیگه نمیخواد بیه. اینو ولش کن بره. دیره سرگرد، خیلی دیره. موضوع ربطی به این نداره، ولش کن بره. این خیلی وقته که اومده تو بازی. تو برای کثافت کاریت چریک میخوای با من طرفی؟ این نباید پاش تو این بازی باشه. من برای شراکتم با آدمای بیشتری نیاز دارم. تازه از کجا معلوم کی میخواد بره؟ ببینم آقا پلیس، از بیمارستان تا اینجا به چقدر فکر کردی؟ سهمت بخوره تو سرت. اگه به خاطر اون طفل معصوم نبود تا حالا کشته بودم. میام. گوش کن سرگرد. نه تو گوش کن، تو گوش کن. یا این همه الان میره یا من همینجا قید همه چی رو میزنم. باشه باشه، بذار بره، ولی مواظب باش درد سر درست نکنی به خاطر همون طفل معصوم. سعی کن چیزی نگی اگه ولی مجبور شدی بگی، میگی من هم دست این شدم به زور وادارت کردیم تا همینجاشم بیای. خیر پیش.
اینجا تای خط سرگرد. تای خط. میخوای افتخار باز شدنم گفت صندوق مال تو باشه؟ گفت صندوقی که زندگی تو عوض میکنه. میبینی؟ اگه دست تو دست من بشه اینجوریه. به همه چیز میرسی. حتی زندگی دخترت تو دست منه. اونقدر نفوذ دارم که اگه بخوام بهت برش گردونم. من سخاوتمندم. آدم ها رو با درد امتحان نمی کنم. بهشون لذت می بخشم. یه نگاه به صفحه 11 اون روزنامه بنداز. پایین صفحه بیچاره غرق شد. یه سال میبینی تو رو نجات داد، ولی خودش غرق شد چون من خواستم. بابا 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 بیا اینجا. سرگرد بیا اینجا. من اینجا هم بابا. بیا اینجا بری بابا. با من بیا. سرگرد بیا اینجا. سلام زنده باشید.